دسرهای خوشمزه با میوه به همین مارمالاد هستش که به عنوان صبحانه و هم فیلینگ و روکش هم با کیک و شیرینی استفاده میشه. بریم با هم دیگه مرحله تهیه این مارمالاد خوشمزه رو ببینیم. 1 کیلو به احتیاج دارم. بعد از اینکه خوب برس‌های روی اون رو شستم، به این صورت باید برش بزنم و مراقب باشم که هسته ها از داخل به نریزه. حالا باید به ها رو داخل قابلمه یا مایتابه بسرم. من یه مقدار هسته به جدا شده هم داشتم، اضافه اونها رو هم داخل مایتابه میریزم و تا جایی که روی به ها رو آب بگیره روی اون آب میریزم. روی حرارت متوسط رو به پایین میذارم تا 30 دقیقه بهام بپزه. بعد از 30 دقیقه بهار رو از ظرف خارج میکنم، کنار میذارم تا خنک بشه. دونه بهایی که از خود به جدا شده و توی مایتابه هستش برمیدارم و داخل یه لیوان میریزم و یه مقدار هم از همین آب به روی این دونه بها میریزم و میذارم کنار و این آب باقی مونده رو هم دور نمیریزم، نگهش میدارم که باهاش کار دارم. بها خنک شدن، حالا باید قسمتی که هسته ها داخل اون هستش رو برش بزنم و هسته ها رو جدا کنم و داخل همون لیوان بریزم. در تهیه مارمالاد از پود یا ورق ژلاتین استفاده میشه، ولی به طور خدادادی هسته به این خاصیت رو داره و من هم برای اینکه اون شفافیت و کیسانی رو به مارمالادم بدم از ژلاتین طبیعی خود هسته به استفاده میکنم. هسته به رو که جدا کردم، خود به رو خرد میکنم و داخل غذا ساز میریزم. خب اینجا میبینید که با 30 دقیقه جوشیدن داخل آب ژلاتین به کاملا مشخص هستش. منتها من اون رو داخل آب میذارم که ژلاتین بیشتری به من بده. حالا باید به هایی که داخل خردکن ریختم رو به صورت پوره در بیارم. فرق مربای به و مارمالاد به هم در بافت نرم و یک دست مارمالاد هستش. مارمالادا با پوره کردن میوه ها به دست میاد. همونطور که دیدی برای اینکه راحت‌تر پوره بشه، یه مقدار خیلی کم از همون آبی که بها داخلش پخته بود بهش اضافه کردم و راحت پوره کردم. پوره یه به رو داخل مایتابه می‌ریزم و بهش یه لیوان شکر و یه لیوان از اون آبی که بها داخلش پخته بود بهش اضافه می‌کنم. اگر بهای شما هم مثل من کاملا شیرین بود، دیگه نیاز نیست بیشتر از این شکر بریزید، ولی اگر شیرینیش کمتر بود یه مقدار دیگه به شکر اضافه بکنید. خیلی شکر نریزید که باعث شکرک زدن مارمالادتون میشه. بعد مایتابه رو روی حرارت میذارم، اجازه میدم تا بجوشه. بعد هم در مایتابه رو دم کنی میذارم و حرارت رو کم میکنم و اجازه میدم تا مارمالادم جا بیفته. تو این فاصله هم میرم سراغ هسته های بهی که داخل آب خیس کردم. همونطور که میبینید لعاب خوبی انداخته و ژلاتینش کاملا مشخص هستش. از صافی ردش میکنم و با همون قاشق یه مقدار روی هسته ها فشار میارم تا کاملا لعاب و ژلاتین اون خارج بشه. ببینید چه ژلاتین عالی و طبیعی به ما داد این هسته های به. ژلاتینش خیلی بیشتر از این هستش، طوری که میشه دوباره این هسته ها رو خیس کرد و مجدد از لعاب و ژلاتینش استفاده کرد. ولی همین مقدار برای مارمالادم کافی هستش. دونه های به رو دور نمیریزم، دوباره توی آب خیسشون میکنم که برای گرفتگی صدا و سرفه عالیه. بعد از 1 ساعت میرم سراغ مارمالاد و ژلاتین طبیعی که تهیه کردم و بهش اضافه میکنم. دوستان اگر این ویدیو رو دوست داشتید، برای دیدن ویدیوهای بیشتر لطفاً عضو کانال بشید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو فعال بکنید که هر زمان ویدیوی جدید داشتم از اون مطلع بشید. لطفاً لایک ویدیو هم فراموش نشه که لایک شما باعث بهتر دیده شدن ویدیو میشه. خود به عطر و طعمش فوق‌العاده هستش، منتها چون من عطر زعفرون رو هم دوست دارم یه مقدار به زعفرون دم کرده غلیظ اضافه میکنم. همچنان تا انتهای پخ حرارت ملایم باشه. بعد از 3 ساعت مارمالاد من کاملا جا افتاده، غلیظ شده و به قوام رسیده. توی مرحله قاشق چای خوری به شاب لیمو اضافه میکنم. من که مارمالاد به قرمز رنگ بشه باید ساعت بیشتری روی حرارت بمونه، ولی مارمالاد من کاملا به قرمز رسیده، مناسب هستش. میشه آب جوش اضافه کنم بذارم بمونه، ولی به نظرم مناسب هستش چون طعمش هم فوق العاده شده. به خاطر همین حرارت رو خاموش میکنم، دمکنی رو میذارم و اجازه میدم چند ساعت در تمام محیط بمونه.
بعد از اینکه کاملا خنک شد تو شیشه استریل می‌ریزم، داخل یخچال نگهداری می‌کنم. امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشید، تهیه کنید. ممنون از همراهیتون.